من آیدا هستم. من همونطور که میدونین به عنوان یه مسلمان به دنیا اومدم، توی خانواده خیلی مذهبی به دنیا اومدم، از هر نظر، از خانواده مادری و همینطور پدری، و از این بابت خوشحال نبودم چون اون آرامش رو نداشتم. و چطور بگم بهتون، اینکه واقعا خیلی سختی ها کشیدم تو زندگیم با اینکه خیلی بچه بودم. خب شرایط زندگی پدر و مادرم و همینطور خودم و برادر کوچیکم خوب نبود، چون پدرم همیشه کار میکرد و مادرم زن خونه‌دار بود، ولی هیچ پولی نداشتیم چون به پدرم پول نمیدادن و همینطور داشتیم هر روز کمتر پول میگرفتیم و فقیرتر میشدیم. و با اینکه خانواده بزرگی داشتیم، یعنی خانواده مادریم و همینطور خانواده پدریم خیلی خانواده بزرگی هستیم، ولی شرایط زندگی اصلا خوب نبود تو ایران. همونطور که میدونین من 8 سالم بود و همه چیزو میفهمیدم. وقتی پدر مادرم بحث میکردن، دعوا میکردن به خاطر شرایط زندگیمون، به خاطر بیپولی، بیغذایی، شرایط اصلا لباس نداشتیم مثلا. مامان و بابام حاضر بودن بعض موقع غذا نداشتیم، حاضر بودن به من و برادرم غذا بدن ولی از خودشون بگذرن و به ما غذا بدن، و واقعا شرایط خیلی سختی بود. ولی وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردم، 1 2 3 نه متاسفانه هیچ تجربه‌ای ندارم از اینکه مساجد دیگه یا مسلمانای دیگه به ما کمک کرده باشن. و واقعا چیزی که من از مسلمانی دیدم چیز خوبی نبود، همش غم و اندوه بود، گریه‌زاری بود، و همیشه برام سوال این بود که چرا باید مردم به خاطر خدا گریه بکنن و عزاداری کنیم. ما اینکه اگه خودمون یه عزیزی رو از دست بدیم هیچ وقت این کارو نمی‌کنیم برای سالیان سال. من برای اولین بار با مسیحیت، با عیسی مسیح، طوری که آشنا شدم، شگفت آور، پر هیجان، زیبا بود، چون شرایط زندگیمون توی ایران خوب نبود و مادرم پاش شکسته بود یادمه، و من 8 سالم بود یا 7 سالم بود، زیاد یادم نیست، ولی مادرم خیلی حالش بد بود و همینطور افسرده بود، گریه میکرد. و دختر عموی مادرم که در آلمان زندگی میکنن و هنوزم، با مادرم هی تلفنی صحبت میکرد و توی کانتاکت بود باهاش و بشارت داد، بشارت عیسی مسیح. و ما اون موقع عیسی مسیح رو نمیشناختیم و من فقط میدیدم که چه اتفاقاتی داره تو زندگیمون میفته. و مادرم تصمیم گرفت که ایمان بیاره به عیسی مسیح، و بعد از اون روز به بعد زندگیمون عوض شد، چون اون آرامشی که تو خونه هیچ وقت نداشتیم، اون آرامش تو خونه بود و پدر مادرم اصلا با هم بحث نمی کردن و همینطور پشت سر هم معجزات می دیدیم. و اولین معجزه‌ای که دیدیم معجزه‌ای بود که من شفا پیدا کردم، چون من بیماری داشتم، آلرژی داشتم، آسم داشتم. توی جنوب ایران هم ما زندگی میکردیم و هوای اونجا انقدر گرم بود، بالای 50-60 درجه، که حتی آدم نمیتونه نفس بکشه، و حتی اگر آدم آسم داشته باشه خیلی شرایط سخته. کولرمون بعض موقع مثلا خراب میشد. و وقتی دیدم مادرم حالش بهتر شده، آرامش داره، منم دنبال اون آرامش میگشتم، دنبال اون چیزی که مامانم به دست آورده، و دوست داشتم خودم هم اونو پیدا بکنم. و اون چیزی که پیدا کردم عیسی مسیح بود، و عیسی مسیح منو در واقع پیدا کرد، نه من اون رو. چون قبل از اینکه به دنیا بیام یا توی شکم مادرم شکل بگیرم، عیسی مسیح میدونست که من قراره یک روزی به عنوان یه دختر 8 ساله به خودش ایمان بیارم، به عیسی مسیح. و واقعا شکرگزار هستم که به عیسی مسیح ایمان آوردم، چون زندگیم رو تغییر داد با تمام معجزات کوچیکی که تو زندگیمون قرار داد، چه معجزات کوچیک چه بزرگ. چون
ما از ایرانم رفتیم بیرون و رفتیم اومدیم آلمان و کلی معجزات دیگه دیدیم. اینکه پدرم ایمان آورد به عیسی مسیح و برادرم از کوچیکی وقتی که من و مادرم به عیسی مسیح ایمان آوردیم، اون هم از کوچیکی با اینکه 5-6 سالش بود ولی به عیسی مسیح ایمان آورد و ما سعی میکردیم که کسی نفهمه تو خانوادهمون، چون خانواده مادریم خیلی مذهبی بودن و حتی مثلا یکی از دایام قمه میزد و برای همین پدر بزرگم، مادر بزرگم، دایام، عموام، هیچ کس قرار نبود بفهمه تا موقعی که اومدیم آلمان و دایای دیگه هم، خاله هام، همشون ایمان آوردن به عیسی مسیح. کلن بیشتر خانواده مادریم به عیسی مسیح ایمان آوردن و از این بابت خیلی شکرگزارم. اون زمان که من تصمیم گرفتم که از امروز دیگه به عیسی مسیح ایمان بیارم، همون ایران بود. 2 سال بود که ما تو ایران به عنوان یه مسیحی زندگی میکردیم و قرار بود هیچ کی نفهمه، چون مگه نه ما رو اعدام میکردن و خیلی ترس بزرگی بود برای مسیحیایی که تو ایران زندگی میکنن، چون ایران کشور اسلامیه و اجازه نداریم. و من خوشحال بودم از اینکه با اینکه بچه بودم به عیسی مسیح ایمان آوردم و روزی که به عیسی مسیح ایمان آوردم روزی بود که شفا پیدا کردم واقعا، چون حالم خیلی بد بود و احساس مردن میکردم. با اینکه خیلی بچه بودم ولی یه آرامش، یه نوری رو دریافت کردم از عیسی مسیح و واقعا شکرگزارم. الان من که در آلمان زندگی میکنم و شرایط عالی دارم، چون وقتی اومدیم آلمان زندگیم خیلی بهتر شد و خوشحالتر بودم، آرامش، آزادی داشتم. البته از اون موقعی که به عیسی مسیح ایمان آوردم آزاد شدم از هر چیزی، از اسارت، از شریعت، و الان در آلمان من خدمت ها میکنم واقعا با جوانان. مثلا برای یه گروهی داریم، گروه دعا داریم برای کسانی که نیاز دارن به دعا، دعا میکنیم. الان من احساس خیلی آرامش میکنم، روز به روز بیشتر خدا رو پرستش میکنم، موعظات گوش میدم، پرستش های بی نظیر، چه فارسی، چه آلمانی، چه انگلیسی گوش میدم و واقعا کلام میخونم. قبلنا کمتر کلام میخوندم با اینکه فارسی بلدم بخونم و بنویسم، ولی الان به یه سنی رسیدم که بیشتر علاقه پیدا کردم که به خدا نزدیکتر بشم، که بتونم عطیه‌ام رو دریافت کنم، خدمت‌های بزرگی رو انجام بدم در آینده و بتونم برای خدا مفید باشم تا بتونم خدا رو هم خوشنود بکنم. ایمان آوردن در کودکی به عیسی مسیح شیرینه. با اینکه بچه هستی، با اینکه خیلی جوان هستی، کودک هستی هنوز و هیچ چیزی رو از زندگی و آدم ها نمیفهمی یا بزرگترا، ولی وقتی بتونی اون آرامش، اون ایمان رو دریافت بکنی، اینکه ایمان بیاری به عیسی مسیح با اینکه کوچیک هستی، خیلی شیرینه، چون از بچگی رشد میکنی و وقتی بزرگتر میشی بالغتر میشی و ایمانت قویتره، ایمانت خیلی بزرگتره تا اینکه بخوای. مثلا ممکن بود منم در سن بالایی به عیسی مسیح ایمان بیارم، ولی از این بابت خوشحالم که از بچگی به عیسی مسیح ایمان آوردم. بله، مثلا من توی کلاسی هستم که 90% مسلمونن، بچه های مهاجر از هر کشوری، عرب، ترک و کشورهای دیگه، و اینا منو وقتی فهمیدن که من ایمان آوردم به عیسی مسیح خیلی تعجب کردن، چون خودم هم اوایل میترسیدم به بقیه بگم، چون اونا مسلمان بودن و منم مسلمان زاده بودم و تغییر کردم چون به عیسی مسیح ایمان آوردم و خدای واقعی رو پیدا کردم و اونا نمیتونن اینو درک کنن و منو مجبور میکردن که بخوام دوباره برگردم به اسلام و من میگفتم لطفا با من در این باره صحبت نکنین، چون تصمیم که گرفتم
تصمیم خودم بوده، چون اونا هم فکر میکردن که پدر مادرم مجبورم کردن که به عیسی مسیح ایمان بیارم، ولی گفتم نه، تصمیم با خودم بود، با اینکه 8 سالم بود و بعضی موقع با اعتماد به نفس با گردنبند صلیبم میرم کلاس با گوشواره صلیبم و نگاه میکنن ولی هیچ چیزی نمیگن، چون میدونن من مسیحیم و حتی بعضی موقع کتاب مقدس رو میبرم تو کلاس میخونم و نمیفهمن دارم چی میخونم، ولی بهشون بازم میگم که کتاب مقدسه، که کتاب مسیحیه و فقط میخندن. ولی خیلی دوست دارم که اونا هم با مسیح آشنا بشن، به عیسی مسیح ایمان بیارن و از این بابت خوشحال میشم. و حتی قرآنم خوندم و توش نوشته بود، اسم عیسی مسیح توش بود، ولی همیشه برام یه علامت سوال بود که چرا در مورد عیسی مسیح بیشتر گفته نمیشه. و الان میفهمم که اونا به عیسی مسیح باور نداشتن و از این بابت خیلی ناراحتم، چون که وقتی به عیسی مسیح آدم ایمان بیاره آرامش داره، شادی تو زندگیش هست و وقتی به عیسی مسیح ایمان آوردم تمام اون غم و اندوها و اسارت و شریعت و ناراحتی از زندگیم دور شد. چون من یک دختری هستم که همه تو خانواده‌ام میشناسن، بهم میگن دختر خندون خانواده، چون همیشه من میخندم و من میدونم که این هدیه رو از عیسی مسیح دریافت کردم قبل از اینکه توی شکم مادرم شکل بگیرم و خدا این هدیه رو به من داده که همیشه بخندم و شاد باشم. و اسلام، مسلمانیت میخواست بذاره که من توی غم و اندوه توی شریعت بمونم، ولی عیسی مسیح میخواست که من شاد با شادی با خوشحالی زندگی بکنم. معنی اسمم هم خوشحالیه و از این بابت خیلی خوشحالم که با عیسی مسیح آشنا شدم.